عزیزان دلم سلام و امیدوارم حالتون خوب باشه قسمت سیزدهم ایمنی کار در ارتفاع رو داریم که در رابطه با بالابرها صحبت کردیم یه مقداری در مورد بالابرها تو دو قسمت قبلی صحبت کردیم و الان قسمت سوم یا سیزدهم کار در ارتفاع و سوم بالابرها رو برای شما توضیح خواهیم داد خب ما توی بحث بالابرها قبلا توضیح دادیم که اپراتورها وظیفه خیلی مهمی دارن در برپایی بر این بالابرها و اگر اپراتور آموزش دیده نباشه میتونه باعث ایجاد حادثه بشه متاسفانه یه نکته دیگه هم اوایل خدمتون گفتیم گفتیم بالابرها بهره برداری راحتی دارن این به راحتی قابل بهره برداری هستن و این راحت بودنه در بهره برداری بعضی وقتا کار دستشون میده یعنی چی یعنی اینکه انقدر ساده است که هر کسی به خودش اجازه میده که بیاد و از اینها استفاده بکنه و خب قاعدتا با یکی دو نکته ممکنه ای وسط جا بندازه یا بلد نباشه کار دست خودش بده یا سقوط کنه یا خودش بیفته یا بالابر بندازه روی افراد دیگه پس بنابراین هر کسی که میخواد از بالابر استفاده کنه باید حتما یه آموزشی ببینه چه بهتر که این آموزش توسط در واقع واحد ایمنی باشه اصلا سویچ این بالابرها رو بدن دست واحد ایمنی که اگر حالا در کارخونه ها که یکی دو تا بالابر هست یک جایی هم مثل مثلا فرض کنید شرکت های برق که بالابرهای کرین دارن اینها اپراتورش تخصصی باشه یعنی این دستگاه تحویل اپراتور باشه بهش آموزش داده باشه ازش تعهد گرفته باشه و وظیفه اپراتوره که این دستگاه کامل بشناسه محدودیت های این دستگاه رو بدونه بدون این دستگاه اگر در شیب باشه چقدر وزن در واقع ظرفیتش کاهش پیدا میکنه وزنی که قرار حمل بکنه رو بدونه ارتفاع کارش رو بدونه روش ایمن کارش رو بدونه میکرو سویچ هاش رو بدونه اون حسگرها و سنسور هاش رو بشناسه هر روز صبح قبل از انجام کار بازدید کلی بکنه مثلا تو یکی از شهرستان ها همین بالابرها قسمت گردونش یک پیچی پایین داشته بوده مثلا چند تا پیش بوده که قسمت گردون نگه داشته اینها انقدر بازدید نکرده بودن یعنی فکر کنم مثلا ده سال از این بالا استفاده میکردن و هیچ بازدیدی نداشته و اون قسمت یه جوری بوده که چون یک کاوری داشته و از زیر هم قابل بازدید نبوده باید حالا یا اون کاور روش رو بر میداشتن که اون پیچ ها فکر کنید فکر میکنم مثلا پونزده تا پیچ همش افتاده روی دو تا پیچ بوده و خدا بهشون رحم کرده که دیگه حالا یک نفر اومده گفته آقا ای داره سر صدا میکنه برداشتن و, و دیدن 15 تا پیچ افتاده و روی دو تا پیچ این نگه داشته خب اگر اینا رو نشناسیم و این آقا بره در یک فضای شهری مثلا یک کناری اتوبان میخواد چراغ رو عوض کنه یه لامپی رو عوض کنه دکل میزنه بعد این دو تا پیچ هم با همون دکل میفته هم نفری که او بالا هست فوت میکنه هم اون ماشینایی که میان ممکنه برخورد بکنن پس وظیفه اپراتور بسیار مهمه در بهره برداری از در واقع بالابرها هم در قبل از انجام کار حین انجام کار و حتی زمانی که میخوان کار رو تموم بکنن خب تجهیزات ایمنی روی بالابرها نصب شده که این تجهیزات ایمنی گاهن خراب میشه یا مثلا شما این تجهیزات ایمنی یه سری محدودیت ها رو دستگاه میده مثلا فرض کنید شما در یک موقعیت قرار میگیرید دستگاه شما هف... مثلا ده متر رو به شما محدودیت میده یک وسیله در یک جایی قرار داره یک لامپی یک تعمیرات چیزی قرار داره که توی مثلا 15 متر بعد شما میای چیکار میکنی اون میکرو سویچ های دستگاه رو الکتریکی دستگاه که محدودیت دستگاه رو مشخصه رو از کار میندازید عملا شما دستگاه تو نایمن کردی یه وقتی اینجوری اتفاق میفته حالا بعضی از دوستان مثلا بهشون میگی که نکنین کار میگه آقا چاره ای نداریم دیگه باید این کار انجام بشه خب میگم خب انجام بشه پس ریسکی که شو بپذیری فردا حادثه اتفاق افتاد باید بپذیری ضمن این که حالا جلوتر بهتون میگم اگر این کار کردید باید تو اون دفترچه یادداشت دفتر مربوط به دستگاه بنویسید و در اسرع وقت اولا که اصلا نباید این کارو بکنید دوما یه سری وقتا خراب میشه اصلا تجهیز باید حتما تجهیز رو در اسرع وقت عوض کنید حتی دستگاه دیگه اجازه کار بهش ندید که البته توی مملکت ما خب این یه چیز رویاییه یه چیز خیلی لوکسیه خیلی جاها مثلا میری میبینی از همین خاوری ها استفاده کردن به جای من بسکت و بسکت هم تیر چراغ برق رو جا میکنه باهاش هم وسایل دیگر رو جا میکنه هم لامپ عوض میکنه همه کار میکنه دادن دست پیمانکار دست دو پیمانکار دست دو هم اومده یه هنچی کاری انجام داده اما اصولش اینه که اون تجهیزات الکتریکی یا مکانیکی که به حال یه محدودیت هایی داره یا هیدرولیکی مثلا یه سری شیرهای یک طرفه روی جک های هیدرولیکی هست که اگر مثلا شیلنگ هیدرولیک پاره شد یا به هر حال اتفاقی افتاد دیگه این جکه بسته نشه اون نفر اون بالا جکه خالی کنه و نفر بیفته پایین این در واقع اون دستگاه هاییه که شما باید حواستون باشه نه از کارش بندازید و اگر خراب شد حتما در اسرع وقت درستش کنید یه وقتی هست شما در زمان کار کردن روی بالابر یک فردی روی بالابر قرار داره این بالابر مثلا میره به یک جایی میخواد تعمیرات انجام بده باید حواست حالا یه سری بالابرها از پایین در جوستیک دارن از پایین کنترل میشن شما باید دقت داشته باشین که این کارگر رو در دیوار به ستون به کابل برق به جاهای دیگه نزنید چون برخورد رو ما دیدیم کشته داده دیگه بحث برخورد پس این بر... کارگر برخورد نکنه با محیط های اطراف ضمن این که در واقع اگر میخواین روی تجهیزات بردار کار کنید مثلا میخواین یه لامپی رو عوض کنید یا میخواین ارزم بزرگ شما که در واقع روی یک تاسیسات برقی کار بکنید حتما حتما اون تجهیز برقی رو چیکار کنید بی برق کنید و به یک اتصال زمین وصل کنید و بعد شروع کنید به کار کردن یه نکته در رابطه با بالابرها وجود داره اون هم اینه که وزن وزن مجاز در واقع وزن مجاز مشخص شده میگه این بالا بر 450 کیلوگرم در واقع ظرفیت مجازشه وقتی میگیم ظرفیت مجاز یعنی چی یعنی مجموعه وزن افراد با ابزارش با اون لباساش حتی تجهیزاتش و حتی مواد و متریالی که میخواین ببین اینا همه رو وزن کنید نباید بیشتر از اون ظرفیت دستگاه بشه وقتی میگیم وزن مجازی نباشه که بگه خب مهندس ما, ما سه نفرین دیگه هر کدوم 350 کیلو مگه نیست خب من 100 کیلو هم رفیقم سه تا 100 کیلو پس جواب میده میگن خب تجهیزاتی که الان نزدیک 100 کیلو تجهیزات داریش نه دیگه ای گفته وزن مجازی یعنی وزن خودمون نه وزن مجاز یعنی تمام اون متریال و وسایل و همه با هم میشه به عنوان وزن مجاز که شما باید متناسب با اون دستگاهتون روش بارگذاری انجام بدید یه نکته خیلی مهم دیگه که من بعضی وقتا دیدم یه وقتی هست شما مثلا از یک بالابری استفاده میکنید شما رو تا یه جایی میبره اما به اون نقطه ای که میخواین کار کنید نمیبره بعد شما چی کار میکنید میان یه در واقع نردبون دو طرفه یا یه تخت کار یا گاهن دیده شده بشکه میبرن اون بالا میزنن و باز میرن بالای اون و شروع میکنن به کار کردن نکنید این کار رو دوستان HSC دقت داشته باشن این کار کاملا ممنوعه و باید باید افراد از بالابرهایی استفاده کنن که اینها از اون جایگاه کارشون بیرون نیان حتی خم نشه کار انجام بده باید کامل در یک فضای دسترسی مناسب بالا بر فرد رو قرار بده و فرد شروع کنه به کار کردن خب یه وقتایی هست شما یه سری بارهایی گذاشتین مثلا یه بالابر بر 350 کیلویی دارید و یک نفر مثلا 70 کیلویی مثل من مثلا باربیه حالا من 100 کیلو هم. ولی خب 70 کیلو دوست دارم باشم 80 کیلو دوست دارم باشم یه نفر 80 کیلویی با بقیه متریال مثلا تخته و وسایل و اینا برده این نکته رو دقت داشته باشیم که وقتی میگیم 450 کیلوگرم یعنی بار در همون فضای بسکته این بار رو اگر آویزون کنی اگر در واقع پهنش کنی این و اون ور تعادل دستگاه رو ممکنه به هم بزنه پس در همون محدوده سبد از بارهاتون استفاده بکنید و بارها رو پخش و پلا این ور ور آویزون به اون منبسکته یا مثلا یه تخته ای داری چه میدونم آویزونش کردی اون ور خب این باعث میشه که به یک سمت اون بالا بره خم بشه و باعث آسیب بشه گاهی وقتا بازی سه کاری عجیب غریب دیگه میان مثلا میخوان چیکار کنن یک ذره ارتفاع بدن میان بالابر رو روی یک سطح متحرک دیگه میذارن فرض کن مثلا بالا... بالابر سیزر لیفت رو گذاشتی روی خاور یا مثلا این بالابر رو میارن روی لیفت راگ میذارن لیفت میره بالا و بعد بالابر شروع میکنه کار کردن به هیچ عنوان این اقدام صورت نگیره بالابر باید در یک فضای مناسب روی سطح زمین که سفت و محکمه باید بر اساس دستور سازنده جک اگر داره اگر حالا هر شرایطی داره شرایط لازم فراهم بشه و بعد اقدام به کار بشه خب اما اول از همه شما قبل از خرید بالابر شرایط کارتون رو در نظر بگیرید یعنی میخواین برای چی میخواین خب بالابر رو میخواین برای مثلا اینکه چه میدونم چراغای سولتون رو عوض کنید خب برید ارتفاع سوله رو در نظر بگیرید شرایط کار رو در نظر بگیرید و بعد برید بالابر رو بخرید اما خیلی وقتا مثلا طرف میره یه سوله ای داشته رفته یه بالابری خریده بعد حالا یه سوله دیگه زده بالابرش بزرگتر لازم داره یه بالابر با ارتفاع بیشتر لازم داره میاد چیکار میکنه میاد بالابر رو تغییر میده ارتفاع میده بومش رو اضافه میکنه جکش رو بزرگتر هرچی تغییرات در بالا برها اتفاق بیفته ممنوعه متاسفانه تو کارگاه ها و جاهای صنعتی خب افراد فنی زیادن همم هم ادعان همه مدعی افراد فنی زیاد و میگه کاری نداره که بذار به من بده من دو تا چیز اضافه میکنم سمت دیگه بره بالاتر دوستان من دقت داشته باشید حالا شاید اون فرد آدم ای باشه اصلا شاید سرش قسم قسمم بخورید اصلا شاید بهش بدید یه بالابر از اونم بهتر درست کنه اما اینو در نظر داشته باشید که برای ساخت بالابر یک آیتم مطرح نیست هزار تا آیتم رو کنار هم گذاشتن یک دستگاه رو درست کردن که یک ظرفیت به ما میده در هر قسمتش تغییرات ایجاد بشه ممکن این تعادل و این هماهنگی به هم بخوره پس تغییر کار اگر اتفاق افتاد باید توسط شخص زی سلا این تغییرات اعمال بشه و مجددا به افراد آموزش داده بشه اما یه وقتی از در واقع بالابرهای شما نیاز به تعمیرات داره نیاز داره که تعمیرات انجام بشه و برای اینکه این تعمیرات انجام بشه لازمی که حتما حتما اقدامات ایمنی رو صورت بده جک ها رو مهار کنید بالابر رو حالا از منبع انرژی جدا کنید بعد قف گذاری کنید تگ اوت لاک اوت بکنید شرایطی که ممکنه در واقع انرژی در یک قسمتی از این بالابر جمع شده باشه و با تغییر شرایط اون انرژی آزاد بشه اونو همه رو چک کنید سیزر لیفت رو بردی بالا و میخوای تعمیرات کنی اولین چیز رو باز میکنی میبینی جکش خوابید تو هم لای اون قیچی ها گیره میکنی و کمرت میشکنه پس تمام این نکات رو دقت بکنید افراد رو از دوربر خارج بکنید فضا رو امن بکنید و اقدامات لازم میمنی و انجام بدید و بعد شروع کنید به تعمیرات این تعمیرات هم باید توسط افراد زیسلا کسانی که اون بالابر رو میشنسن و کار کردن هر کسی از راه اومد گفت من میتونم این کار رو نکنید اما بالابرها روزانه باید بازدید بشن و هر سه ماه یک بار باید دقیق تر بازدید بشن یا سه ماه یه بار یا پس از 150 ساعت کارکرد مفید باید مورد بازرسی قرار بگیرن حالا بازرسی کلی دیگه جک ها و روغن هیدرولیک و قسمت های برقی و قسمت های بادی و قسمت های الکتریکی و بعد سنسور ها و شیر های یک طرفه و بعد قالب ها و پیچ ها و باز شدن پیچ ها رو چک بکنید همه اینها باید یا 150 ساعت کار کرد یا هر سه ماه دقیق بررسی بشه اما ما نیاز داریم یه سری علائم هشدار دهنده در قسمت های مختلف بالابر نصب بشه مخصوصا در قسمت اپراتور پایین و در بسکت بالا حالا یه علائم هشدار چیه مثل مثلا آقا علائم برگرفتگی سقوط از ارتفاع حتی دستور عمل استفاده از دکمه هاست و علائم مربوط به شرایط استرار همه اینها رو ما باید به صورت خانا برای افراد در جاهای مختلفی که افراد حضور دارند یا یه سری علائم خطر در های مختلف و خطرناک که هر کسی در زمانی که عملیاتی هست در اون قسمتها تردد نکنه رو ما باید در بالابرها داشته باشیم اما اضافه کردن طول بوم سکوها ممنوع هست اگر ما طول بوم رو اضافه کنیم قطعا پایداری و اون استیبل بودن دستگاه رو و ظرفیت دستگاه رو تغییر دادیم حتی تغییر در ساختمان بالابرها میگم توضیح دادم این اقدام در کارخونه ها و جاهایی که افراد فنی زیادن زیاد اتفاق میفته دوستان اچسی جلوی این کار رو بگیرن همون جور که هست بالابر رو که شرکت سازنده گرفتن تغییر بدن اگر تغییراتی هم هست باید شرکت سازنده بده اینکه شما بیای طول بوم رو اضافه کنی من بسکت رو ورداری باز یه دونه در واقع قوطی وسطش جوش بدی باز من بسکت رو به قوطیه بس کنی این کارا من همش رو دیدم در جاهای مختلف دیدم و این باعث در واقع از بین رفتن تعادل دستگاه خرابی دستگاه حتی میشه و خب وقتی که استاندارد ها بیاد پایین قطعا بحث هزینه ها بالا میره هزینه های حوادث و اتفاق های ناگوار ممکنه اتفاق بیفته اما یه وقتی از شما بالابر های تج... میگیرید ببینید بالابر یک امر خیلی میه دیگه تو میخوای یه نفر رو ببری بالا در یک ارتفاع مثلا 15-20 متر اگر از او بالا بیفته قطعا میمیره یعنی اصلا شک نکن یا میمیره یا قطع نخواه میشه حالا اگر خواستی یه بالابر استیجاری از جای اجاره کنی حتما حتما یک بالابر مناسب با کارت اجاره بکن و قبل از اینکه بری بالابر رو بری هزینه کنی بیاری در مجموعه کارت برو قبلش یه بازدیدی ازش بکن ببین آیا این بالابر اصلا شرایط کار کردن رو داره یا نه همه بالابرها باید یه دفترچه تعمیر و نگهداری داشته باشن یعنی مثلا این بالابر امروز امروز مثلا در این تاریخ این کار رو انجام داده این تعمیرات انجام شده روغنش که عوض شده سنسورش که چک شده سنسورش که عوض شده آیا همه سنسور یک برگه اطلاعات که بیوگرافی از کل دستگاه در طول زمان کارش اصلا چند ساعت کار کرده 150 ساعت کار کرده بازدید شده چقدر کار کرده چجوری کار کرده چه تعمیرات روش انجام شده آیا جوشکاری انجام شده اصلا شاید بالاور چپ شده باشه قانونی که بعد اینا ثبت بشه در ایران که ثبت نمیشه ولی اگر داشت حتما این بیوگرافی رو بگیرید و استفاده کنید خود بچه های HSC هم باید یه همچین برگیری رو برای بالابرهاشون در نظر داشته باشن که اون رو به صورت دائم چک بکنن و ثبت بکنن این هم معمولا یه دفترچه که میدن به راننده یا اپراتور و اپراتور شرایط رو اونجا مینویسه اما پرتاب اجسام از ارتفاع به زمین و یا دادن اجسام از روی زمین پرت کردن اونها به بالا ممنوعه این اجسام خب پرت کنیم ممکنه برگرده بخوره سر صورت یکی یا ابزار خراب بشه کلا پرتاب کردن ابزار از ارتفاع ممنوع تو داربستم هم داشتیم اینجا هم داریم اما ما باید اگر ابزار رو میخوایم ببریم بالا باید با تناب ببریم یعنی یه تنابی داشته باشیم میخوای مثلا یه ابزاری وسیله چیزی لامپی پای لامپ پای چراغی هر چیزی پایین رفتی بالا دیدی پای چراغت خراب میخوای یه پای چراغ دیگه ورداری یا مثلا یه ابزار دیگه ورداری با تناب این رو بکشیم بالا دیگه پرتش کنیم بالا و نمیدونم حالا بده من میگیرم و اینا به خاطر دلیل مختلف شما پرت میکنی همکار از و میخواد بگیره خم میشه حواسش نیست میفته پایین یا این میره بالا میفته مثلا به اون دستگاهتون آسیب میزنه یا میره میفته سر خودتون میخوره همه این مسائل هست پس این نکته رو دقت داشته باشین یه تناب داشته باشین که در واقع از پرتاب کردن اجسام به بالا خودداری بشه اما یه آیتم دیگه که در رابطه با بالا برها هست سرعت حرکت جمع کردن و باز کردن بالا برها هست که ما باید در این باز کردن و بستن بالابر با توجه به شرایط محیطی این اقدام صورت بگیره حالا یه وقتی هست محیط کارمون در شیب باد موانعی در روی زمین وجود داره روی هوا وجود داره ممکنه افراد روش باشن دو تا دو نفر باشن یا شرایط گفتم باد و طوفان این هاست یا اصلا یه شرایطی که نیاز داری با دقت بیشتری پس سرعت سکوی هوایی باید با توجه به شرایط مشخص بشه اما سرعت مجاز دیگه حد اکثر سرعت هفت کیلومتر بر ساعته که دیگه شما نباید از این سرعت بیشتر دکل یا بوم یا حالا سرعت بالابری تو بالا ببرید اما ما کار کردن با بالابرها در مناطق پر ریسک ممنوعه جاهایی که طوفان هست وقتی طوفان دیگه بالابر کار کردن با بالابر ممنوعه اگر رعد و برقی هست کار کردن با بالابر ممنوعه پس شما دقت داشته باشین که زمانی که طوفان و رعد و برق هست کار کردن با بالابرها ممنوع است ممنونم از توجه شما ان شاءالله برای قسمت بعدی که در خدمتتون باشیم